خب ببینیم من سوال شما رو در مورد خطرات و پیامدهای قدرت گرفتن راست افراطی در اروپا میخوام از ابتدا از طریق باز کردن مفهوم راست افراطی شروع کنم چون من این عبارت رو در واقع یه یوفمیس میدونم یک نامفهوم میدونم و به جای اون میخوام به مقوله فاشیسم بپردازم و بعد حالا صحبت راجبه این خواهم کرد که چرا از در من مهمه که ما چیزی که مفهوم که پرابلماتیزه میکنیم مقوله‌ای که پرابلماتیزه میکنیم و بهش میپردازیم فاشیسم باشه. در مفاهیم جامعه شناختی یا تعریف علوم سیاسی، مقوله فاشیست تعریف واحدی نداره، منطقه مراتب یه سری ویژگیه، یه سری خاصه در واقع مشترک در آنچه که ما ساختارهای فاشیستی میشناسیم یا حکومتهای فاشیستی در گذشته تعریفشون کردیم، وجود داره. و با دست بندی کردن این ویژگی‌های های مشترک ما میتونیم که شناسایی کنیم شمه های فاشیسم رو در واقع در بسترهای مختلف شناسایی کنیم خب اصل اول فاشیسم در واقع تمرکز اون روی قدرت سنترالایز شده قدرت متمرکز شده و یک جور دیکتاتوری مطلق هستش مسئله دیگه ناسیونالیسم افراطی هستش بدین طور که ما یا من در بستر تعریف ناسیونالیستی در دیالکتیک با ضد خود تعریف میشه و این ضد خود دیگری هست که خطری خطری محسوب میشه برای مفاهیم ناسیونالیستی از جای ناسیونالیستی مثل تمامیت ارزی ما مثل امنیت ملی ما و غیره و خب اون چیزی که فاشیسم رو خطرناک میکنه استفاده حد اکثری از ابزار سرکوب هستش برای از بین بردن و حتی در حد جنایت و نسلگوشی این دیگری دیگری که در زدیت ما ما تعریف میشه بود دیگه فاشیسم یا ویژگی دیگهش که مهم بهش بپردازیم عادی انگاری و در واقع نرمالیزه کردن نابرابر... نابرابری های اجتماعی در جامعه است یعنی نگاهی زادگرایانه برای مثال به مسئله اختلاف طبقاتی اینکه ما تضاد طبقاتی رو دسترسی یک اقلیت خاص به منابع مادی به منابع سیاسی رو یک مسئله ذاتی و یک مسئله طبیعی بدونیم این به این دلیل خطرناک هستش که هر گونه نقدی وقتی ما یک مسئله رو ذاتی میدونیم اون رو طبیعی میدونیم هر گونه نقدی به اون مسئله در واقع غیر ممکن میشه یا هر گونه تلاشی هر گونه تلاش سیستماتیک و ساختاری برای مبارزه با مسئله بیعدالتی اجتماعی یا مسئله مثل نابرابری طبقاتی غیر ممکن میشه همونطور که میدونیم از نظر اقتصادی نیروهای نوفاشیستی تمایل زیادی به سرمایه دارن بازار آزاد خصوصی از بین بردن ساختارهای تامین اجتماعی که خب توی پیامدها من به این مسئله بیشتر خواهم پرداخت و اساسا آنچه که ما ازش به عنوان فاشیست بیاد میکنیم در بسیاری از مواقع در زدیت با مارکسیسم تعریف شده برای همین ما میبینیم که در کشور در دولت فاشیستی حکومت فاشیستی جنبش های کارگری جنبش های خواهی به طور تاریخی با سرکوب حد اکثر مواجه شدن و خب بود دیگه هم که آشناس برتری نژادی و جنسی جنسیتی است با استناد به این خصائص اونچه که من خودم در واقع الان خطر میدونم و میخوام در راستای اون در واقع صحبت بیشتری بکنم که چرا این مسئله خطرناک هست این است که آنچه که ما در اروپا الان رو به رشد میبینیم همین مقوله فاشیسمه من برای این فاشیسم رو بازم میگم پرابلماتیز میکنم به خاطر اینکه حافظه تاریخی که ما در اروپای غربی از فاشیسم داریم اساسا حافظه تاریخی مخدوشی هستش یعنی ما فاشیسم رو یک پدیده در خلع میدونیم خارج از تقریبا زمان و مکان یک استثنایی بدون استمرار بدون پیوند تاریخی با حال که حالا در کشورهای اروپای غربی مثل آلمان مثل هلند و غیره یک شرم تاریخی هم حولش وجود داره اما این شرم تاریخی به ما اجازه نمیده که فاشیسم رو این شر مطلقی که ما به عنوان فاشیسم جنگ جهانی دوم حالا آلمان نازی میشناسیم اصلا به عنوان یک پدیده ساختاری بهش بپردازیم و اجازه بدیم حتی نقدی در این راستا بشه که این ساختار از بین نرفته یا این ساختار به طرق مختلف خودش رو تونسته بازتولید کنه در صد سال گذشته حالا اون چیزی که برای حال ما برای وضعیت موجود ما اهمیت داره این هستش که این قبصدایی کنیم از،, از, مسئله فاشیسم تا بتونیم بهش بپردازیم تا بتونیم کار کنیم که در واقع انواع اون رو شناسایی کنیم و باش مبارزه بکنیم به خاطر اینکه فاشیسم اساسا با اتکا به ساختارهای دموکراتیکی که قدرت میگیره اما به محض قدرت گرفتن همون ساختارهای دموکراتیکی که از طریق اونها قدرت سیاسی به دست آوردن نفی میکنه یکی از دلایلی که نیروهای فاشیستی یا نئوفاشیستی الان در اروپا بسیار تمایل دارند به اینکه از اتحادیه اروپا خارج بشن در همین راست است خاطر اینکه اتحادیه اروپا حالا با همه نقدهای های ضد استعماری و ضد که ما به اتحادیه اروپا داریم اتحادیه اروپا به عنوان یک اهرام فشار و کنترل عمل میکنه و یا یک یک نوع در واقع ساختاری که پاسدار دموکراسی لیبرال غربیه و خب هر گونه تغییر سیستماتیک و طولانی مدت که بخواد صورت بگیره در نفی این ساختار رو باش مقابله میکنه مثلا در مورد حقوق پناهندگان در مورد مسائل زنان به عنوان مثال و باز هم میگم این رو در بستر نقدهایی هایی که ما به اتحادیه ساختار اتحادی اروپا داریم باز هم مهم که بهش بپردازیم حالا برسم سراغ این که چه پنا... پیامدهایی هایی داره این گرایش به راست و گرایش به فاشیست در امروز اروپا، اروپای غربی اینه که آشناترین و شناسترین پیامد قدرتگیری نیروها این هستش که خب طبیعتا گروه های بالاترین هزینه ها رو پرداخت میکنن پناهندگان اقلیت جنسی جنسیتی و غیره خب زیر پا گذاشتن حقوق پناهندگان و سختگیری در قوانین مهاجرتی اساسا یکی از ابعادی هستش که این نیروها خیلی روش مانوف میدن در انتخابات که به قدرت برسن مثلا یه نمونه بارزش به نظر من این طرح جدید پناهندگان رواندا 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 پلان که انگلستان رو تونسته به تصویب برسونه که اصلا مس... اساسا مسئله پناهندگان رو اکسپورت میکنه صادر میکنه به خارج از مرزهای خود ام... که در نقض بارز با حقوق پناهندگان با حقوق... کمیسیون های حقوق بشری هستش ام... ساختارهای فاشیستی هم توی گفتم ساختارهای پدرسالارانه یعنی نظم پدر سالاری در اقتصاد سرمایه داری یک بود جدای ناپذیر اون هست و حالا اخلاق مداری و مورالیسمی که در ارتباط با این وجود داره در این گونه احساب و نگرش ها خب طبیعی است که حمله به حقوق زنان از اولین طبعات قدرت گرفتن این نیروهاست که حالا زنانی که در هاشیه باشند در, در مرکز در, در رأس قدرت نباشند از ذر ساختاری خب طبیعتا اینها هزینه بیشتری پرداخت میکنن مثلا حق عاملیت زنان بر بدن خودشون حق سخت جنین یا با پایان خودخواسته بارداری یه نمونه بارزشه یا حقوق اقلیت های جنسی، جنسیتی مثلا وقتی میرسه به مسئله افراد ترنس حقوق شهروندیشون حق تغییر جنسیت حالا حال منابعی که در اختیار افراد ترنس قرار میگیره برای اینکه ترنزیشن کنن در جراحی کنن هویت جدیدشون رو ثبت کنن و غیره و غیره ام... اینها یه سری از پیامدهایی هستن که بازم میگم شناخته شدن و مشهودن پیامدهای طولانی مدتتر و ساختاری تر که حالا ما به زم من شاید بیشتر باید بهشون بپردازیم و حساستر تر بشیم نسبت بهشون یکی از بین بردن زیر ساخت های تامین اجتماعی در بستر جامعه سوسیال دموکراتیک غربی هستن همچنین گفتم آزادسازی خصوصی منابع در رأس در واقع سیاست های این احساب قرار داره از بین مردن ساختار های دموکراتیک و از و بشری یک بد دیگه هستش مثل هم توی گفتم حق پناهندگان، حق آزادی بیان، آزادی آکادمیک و غیره ام، که خب این در ابعاد دیگه هم متبلور میشه مثلا گفتم در مسئله حقوق زنان تباعتی که قدرت گرفتن این نیروها برای Uh, مسئله مقابله با خشونت جنسی یا دست, دست هایی که ما در این زمینه ها کسب کرده بودیم در طی دهه یا مسئله خشونت خانگی اینها به قطعا تاثیرگذار خواهد بود خواهد داشت uh, و شاید مهمترین تهدیدی که هست برای ما این هستش که uh, قدرتگیری فاشیسم یک تحت جدی هست برای جنبش های مدنی در اروپا که هر گونه دستاوردی که این جوامع در 50 سال گذشته داشتن هر گونه پیشرفتی که روی مواسه حقوق بشری کسب کردن به خاطر این جنبش های مدنی بوده نه به خاطر خوشنیتی یا به خاطر موفقیتی که دولت مردان این کشورها داشتن خب قطعاً نیر... قدرت گرفتن این نیروها عرصه رو تنگ خواهد کرد بر کنشگران بر جنبش های عدالت اجتماعی به خصوص جنبش های چپ و ضد استعماری و ضد سرمایه داری اونطوری که ما الان داریم میبینیم در جوامع غربی مثلا در همین هلند یا آلمان جنبش های دانشجویی دارن سرکوب میشن جنبش هایی که راجع مسئله نسکوشی فلسطین و غزه صدای خودشون رو میخوان به جهان برسونن با خشونتی که در بستر این جوامع مرسوم نیست بعضا حتی میتونیم ما اینو خشونت حد اکثری بدونیم نحوه که این بچه ها کتک میخورن دستگیر میشن آسیب های جدی فیزیکی و روانی متحمل میشن حالا اگه که ما راجع به این پیامت ها صحبت کنیم خطرات رو بخش با همه اون چیزهایی که من لیست کردم بهشون پرداختم سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که خب چه کار میشه کرد یک تفاوتی که اینجا در بستر اروپای غربی وجود داره با بستری برای مثال مثل ایران این هستش که با اینکه این احساب این قدرت گرفتن و الان ما میبینیم که در کشورهای مختلف از فقط امسال چندین سالی که این اتفاق این گردش به راست داره وجود میاد از ایتالیا گرفته تا سود خب سود نمونه شکوری برای خیلی از ما بود الان هلند آلمان در انتخابات اخیر کنسول اروپا می بینیم که به شدت گردش به راست وجود داشته و احساب به قولی راست افراتی نیو فاشیست قدرت گرفتن این هستش که در این بسترها قدرت سرعت از میخوام تغییر کمی کنتره و این به ما اجازه میده که ما سازماندهی کنیم و ما مبارزه بکنیم به خاطر همین هستش که به نظرم بسیار مهم این خطر و این پیامدها رو ما جدی بگیریم و قبل از اینکه دیر بشه قبل از اینکه این پایه های دموکراتی کاملا از بین برن و به طور برگشت ناپذیر از بین برن ما هنوز که میتونیم مبارزه کنیم هنوز که میتونیم اعتراض کنیم اعتراض بکنیم یک مسئله ای که در بسترهای اروپای غربی برای مثال هلندی که ما توش نشستیم وجود داره این هستش که این فاشیسم یا این راستگرایی که امروز ما میبینیم یک شبه به وجود نیومده این در واقع نزدیک 20 سال پایه در حکومتی که با اکثریت راست راست نه به قول خودشون بزن خودشون افراطی بلکه راست مرکز پایریزی شده و علت این که بستر اینقدر مهیا شده اینه که اعتراض بهش کم بوده کنشگری در این زمینه کم بوده به خاطر همین به نظر من مهمه که به این ویژگی ها پرداخت